واشنگتن، کلوپ ملی مطبوعات آمریکا. کنفرانس خبری دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی. 11 فوریه 2019. روز دوشنبه 22 بهمن 1397، 11 فوریه 2019، همزمان با 40مین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، یک کنفرانس خبری در کلوپ ملی مطبوعات آمریکا از سوی دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا برگزار شد. در این کنفرانس خانم سونا سمسامی نماینده شورا در آمریکا، سفیر آدام ارلی سفیر پیشین آمریکا، سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا و علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت سخنرانی کردند. Thank you very much, Ambassador Early, for introduction, and good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our event today on the February. سونا سمسامی ضمن بررسی کارنامه رژیم قاصف و نامشروع آخوندی بر ضعف و شکنندگی این رژیم و لاعلاج بودن بحرانهایش در مرحله پایانی تأکید کرد و گفت از همان زمان که خمینی یک استبداد قرون وسطایی را با سرقت رهبری انقلابی که مهمترین شعارش آزادی بود تحمیل کرد، مقاومت مردم ایران شروع شده و این مقاومت طی 40 سال ایستادگی در برابر استبداد دینی برای استقرار دموکراسی و حاکمیت مردم و یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت پایداری کرده است. Welcome everybody to what I hope will be what we hope will be an informative and edifying session today on prospects of change in Iran. سفیر آدام ارلی گفت مقاومت ایران در تمامی این 40 سال علیه رژیم ایران جنگیده و شهید داده است و تعهد آنها برای تغییر رژیم بسیار عمیق و مستمر بوده است. وی تاکید کرد ولی فقیه و همه همدستان جنایتکارش از این جنبش به عنوان بزرگترین تهدید رژیم صحبت می کنند و به نظر من این اثبات کننده تأثیراتی است که این سازمان در داخل کشور داشته و دارد. سفیر ارلی با تأکید بر استمرار و گستردگی مقاومت و پایگاه اجتماعی آن در داخل کشور گفت این در شرایطی است که در این 40 سال از هر گونه اتهام و تبلیغ دروغ و شیطان سازی و نسبت دادن مجاهدین به روسیه و عراق و آمریکا فروگذار نکرده. اما این ایستادگی و پایداری 40 ساله مجاهدین نشان می‌دهد که آنها فقط خادم مردم ایران هستند. Thank you very much, Ambassador Erelli, and thank you, Ms. Samsami, for your presentation. I guess let me start off by answering your question. علی صفوی عضو کمیسیون خارجه شورا به بررسی 40 سال سیاست استمالت از دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران توسط کشورهای غربی پرداخت و از جمله گفت هرچند فاصله گرفتن آمریکا از سیاستهایی که مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان آن بودند گام مثبتی است، اما راه حل قطعی برای رهایی از استبداد مذهبی تغییر این رژیم نامشروع به دست مردم و مقاومت ایران است. از این رو به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران یگان جایگزین دموکراتیک این رژیم ضد بشری لازمه جبران و پایان دادن به سیاست فاجعه بار مماشات در 4 دهه گذشته است. Washington's stated policy objectives of freedom and democracy as well as peace and security in that part of the world. Thank you. Thank you, Ali.